حالا پیش از اینکه من وارد محتوای این دو ترانه بشم، فکر میکنم پیش از آن میبایست به مشروعیت اجتماعیش پرداخت. ترانه ای که زن زندگی و آزادی و ترانه برایه که در واقع سرود انقلاب زن زندگی آزادی شد، مشروعیتش رو از جنبش انقلابی مردم ایران گرفت. در کنار این سلام فرمانده ساخته شد. سلام فرمانده برای کسی ساخته شد که در حداقل در طی 30 سال 30 و چند سال اخیر در پی کسب مشروعیت هستش، کسب مشروعیتی که هیچگاه نتوانست به دست بیاره. حتی در دورانی که سید علی خامنه ای به رهبری برگزیده شد، یک شبه اون رو از طریقی که خب همه میدانند، از حجت الاسلامی به رهبری برگزیدند و تبدیلش کردند به آیت الله. پس از آن به انواع و اقسام القابی که القاب خودساخته از نوع فرزانه، از نوع معظم و بسیاری از این القاب دیگر، سعی کردند که مشروعیتی در واقع حکومتی به این فرد یا به هر حال به این مقام بدهند، که مشروعیتی که هیچگاه نتونست داشته باشه. و بعد آخرین حلقه‌ای که حلقه این مدار رو میبایست گفتش که ساختن سلام فرمانده ای که حتی در گفتار خودش هم میگفت که سرودی باشد که همه در خیابانها زیر لب زمزمه بکنند. و امروز میبینیم که سرودی که همه در خیابانها زیر لب زمزمه میکنند چه سرودی است؟ برایه هستش. و سرود آقای سید علی خامنه ای هیچ زمان نتونست تبدیل به پدیده‌ای برای کسب مشروعیت این فرد بشه، چیزی که هیچ زمان نتونست برای خودش به دست بیاره. با نام‌هایی از نوع فرزانه و از نوع معظم و باز هم با ساختن چنین ترانه‌هایی، مشروعیتی رو که در پیش هست هرگز نتونست به دست بیاره.